بازی‌های تبلیغاتی این آقا رو نخورین. بیا بیرون آقای کاظمی. دل کن آقا نکن. این صفحه نیکنام پست آخرش حمله میکنین. این فقط تکه ای از فساد مالی مارمان. حسین کور تو کن برنده چی پناه ببرید؟ این مارمالی های فاسد هشدار میدم اگر ظرف 24 ساعت مشکلات مسکن و تخریب بلوک ها رو متوقف نکنن بنده منتشر میکنم هر آنچه که نباید منتشر میکنم. چی میگی بابا؟ به جای شعارها و شلوغکاری یا بیا پای مشکلات مردم حل کن. من اجازه نمیدم یه رشوه بگیر پاش به مجلس باز بشه. خون پیدا کردیم آقا بهروز. این اسم این آدمایی که خونه هاشون رو فروختن به مارمالیا. من چیز زیادی خواستم، گفتم آقا پول این ملت بدبختی که دادن از مازیار ماشین و خونه بخرن الان کجاست؟ مسعود خان باید بریم از چه؟ خانم مازیار با جفتتون کار داره. فقط باید این مردم ها از نیکنام بترسونی، همه ی رأیش رو جمع کنی برای خوده. جلوی مردم همین شهر حمایت خودتو از مهندس اعلام. من اصلا به کارهای انتخاباتی این کاری ندارم، خودت هم میدونی اصل برای من راه افتادن کارگاه. آخرت خودتو با دنیای این آدم ها خراب نکن. پیر مردی که به نون شبش محتاجه نظر میکنه مهندس کاظمی رای بیاد. خانم منتظری مربا هستن، زودتر باید بریم خونه افار بزن. خانم مازیار این اسمس رد صلاحیت دیگه چیه؟ ماشین بگیر برو خون. باور بفرمایید یک عده که نمیخوام اسمشون رو ببرم بازور میخوان مردم رو بفرستن بهش. شما بهش میخوای بری؟ برو سراغ مادرت. وقتی سر سجاده نشسته دل شکست برای دعا بکنه. مامان بانجاله اینجایی؟ ای ننه قربان خوبی؟ ردیفی؟ همه چی خوبه؟ یه نمه مغزاری؟ یه مقدار دلی شکسته؟ نه بغز ندارم، از دست شما خالی شده. یعنی چی؟ چجوری نداری؟ ندارم، اصلا امروز بغز نداشتم. وای بده، نکنه چیزیم شده بریم دکتر؟ نه نه چیزی نیست، خیالت راحت باشه. فقط به این موجود بیکار و آسوپاس و علاف و ابلهی که جلو نشسته خوب دقت کن. ثمره زندگیت رو به زباله. میوه عمرتو کیر خورده مرده؟ پسر من فهمیدی خوبه ماهه. خب اگه پشت سرش بخوای حرف بزنی همچین میکوبم تو دهنت. چرا اینجوری میکنی؟ نه نه الان دست من اصلا عصبی نشه. خب الان فقط باید غم بخوری. چی؟ غم. برای چی غم بخورم؟ بچه تو خوشبختی، غم به دلت راه نده. غم داری؟ آره دارم. دوتا دوتا بیا سر تو بیار جلو. الهی که خوشبخت بشی. ماما سر... بسه. چی خوشبختی؟ چه عروسی؟ چه غندی؟ با من بدبختم، بیچارم، هیچ پولی ندارم، هیچ سرمایه خودم ندارم، یک قرون تو جیبم نیست، شیپیش همه مهاجرت کردن، آوارم، خستم. بغض کردی نه؟ دلت چی گست؟ نه بچه جون، تو جوونی، باید کار کنی تا مشکلاتت خوب بشه، حل بشه. بابا تو ببین، تو جوونیش انقدر کار کرد تا این مرباخونه رو راه انداخت. یه شبه که نمیشه رئیس صد ساله بری. مامان، من آورتم زده بیرون، غم باد گرفتم، از ترس و هرمان و استرس شبی یک ساعت میخوابم، اونم بیدار. دستمو نگاه کن، دستای پسرت محسن ها داره میلرزه. چرا این کودک معصوم به این روز دچار شد؟ به خاطر پول رفتم کلیه‌مو فروختم، وقتی راه میرم سمت چپ بدنم فرو میره. بغضت گرفت نه؟ دلت چی کست؟ بغض دارم، اما هنوز دلم نشکسته. دلت نشکست؟ مامان من رفتم دکتر، خوب بهم گفته بدنت پر غدده، پر غده است، باید عمل کنی. از ترس و استرس اینکه یه وقت شما دست و بالتون خالیه. ای وای بالم گرون شده. نیومدم بهتون بگم با دایرج بدبخ رفتیم 3000 میلیارد تومان پول عملو جور کردیم، الان بدهکاریم. دختری که میخواستم و بهم ندادن توی تصادف مرد، شکست عشقی خوردم، معتاد شدم. مامان جاله
اینو خود شدم، بدنم درد میکنه، حال خوشی ندارم، پول کمپو ندارم، شبا تو جوب میخوابم. مامان غلط کردم، من دروغ گفتم، گفتم دلت بشکنه برام دعا کنی. مامان محسن الهی بگم چی بشی؟ الهی بزنی در بخوری دعات گره. دایه ایرج دارم میان دنبال. دایه ایرج ایرج ولش کن، بذار تو خودش باشه، بیا کمک کن این کارتونا رو بسته بندی کنی. بریم به سلامتی خونه ردیف شد. نه دایه نه کجا بود؟ هم که دیگه خونه داره داره میده به خیریه. یه زن و شوهر جوونن، پول ندارن، گفتم بدم اقلا اونا استفاده کنن دیگه، به درد من که نمیخوره. حالا تا من بخوام برم یه جایی. نه این قندون جایزی همه اینو نمیدم. دختر جان، آدم چیزی رو که دوست داره به دیگران هدیه میده، عوضش خدا بیشترش بهش میده. با منی همه چیو دادم دیگه، این یه دونه رو نمیخوام بدم. همه دل خوشی بهم بود که یه روز بالاخره میشینم تو خونه خودم، تو سرویس چای خودم با دل خوشی چای میخورم. این برام مهمه، این شیرینی زندگیمه، این برای اینه که مطمئنم اون روز بالاخره میرسه. دایی رج همونه من دایی مار نهیدی؟ نه داشتم دایی در یه کمکی کن اون بشکارو بدی به آرمینا اومدم ببرم. دایی ای بابا دایی کارگاهی؟ اینجا چی کار میکنی؟ دارم تمرین میکنم، از جای تنگ نترسم. دایی بل باری کلا جوابم میده؟ دارم با ترسم میجنگم دایی جون. آفری میشه منم بجنگم؟ بیا بجنگ. اومدم بجنگ. بشگاه که خیلی کمه، قرار بود بیشتر باشه. دیگه چیکار کنیم؟ همینه دیگه، همینه دیگه که خانم مازیا شاکی میشه. بسته همون خیلی زیاده، تو اینا جا نمیشه که. دایی شنیدی چی گفت؟ آره گفت بسته. آره دایی اینا یه چی توی مربا میکنن و یه همه مطمئن باید مثل مربا لهشیم برم دنبالشون. آره لهشون. بایستا اینم بلاخره این نیسانی که قولش رو به ما داده بوده چی شد؟ ای بابا آقا نعمت، ما دیگه با هم سر یه سفره ایم، نیسان به چه کارت میاد؟ برو به چسب زندگی. خاک اینم چرا زدی؟ تو چی میگی؟ چه؟ وای دستم یه خیلی دایی الان ازم وقتش نیست، جون محسن طاقت بیار به امروز اینو برم بیرون خلوت بشه، من خودم میارم این بیرون. باز اینا خوبه سواکه، اون دو تا قلبی ها خیلی سنگین بود، نفس هم گره. من فهمیدم چی شده، این احمقا براش این دو تا دبر رو پر کردن. راست میگی. برو اینا با مرباهای من چیکار دارم میکنن؟ به این خط زنگ نزن. ای
هزار بار گفتم اون خط شنود میشه، نفهم، بفهم. دلارا رو دارن جاساز میکنن تو بشکه‌ها. آره تا ظهر میرسم دبی. یکی رو بفرست بیاد کمکم، رو لنج کمک احتیاج دارم. تو زنگ نزن، خودم بهت زنگ میزنم. پدر جان، شما الان نباید خواب باشین. ببخشید خانم مازیار، من حقیقتش دروغ چرا مشکوک شده بودم، گفتم ببینم نکنه کاسه ای زیر نیم کاسه باشه. اه تشریف بیارین پایین، میدم بچه ها به چرخوننتون، شکتون برطرف شه. ای تو دستبند. حالا دستبند لازم نیست. میگم خانم مازیار، مگه شما چی کار میکنی که تلفن تو شنود میشه؟ ها این شیشه های مربا و چه؟ چه خبره؟ این چی پیدا کرده اینجا؟ شبا سخت خوابت میبره نه پدر جان؟ دیگه مال سن و ساله. درستش میکنم. نه 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 نه، عطر نزنی به منو، من قلبمو تازه عمل کردم، پیمیه به یه پخ بنده. دیگه وقت رفتنه نهیم. اینجوری نگودای قزم میشه. من شادی هم بگو دیگه، منتظرم برم رواشه. برنابه او حرف دهنه تو بفهم، تو اسم زندگی من از کجا میدونی؟ خلاچی جب کن بسیم واسیه رو خلاچی. خانم من اینو کنم کنم. آقا جون، آقا جون اون حدیس بونه کن. آقا جون اون حدیس بونه کن. به نظرم چی کار میکنم؟ دلاری که دارن میکنن تو بشکه ها. دایی من دلار پولشی هر نزدیک نهی دویدم، دارن دلار رو با مربا میشونن. دایی جون کسافت کاری ها چیه؟ بای خانم این مربا خیلی خوشمزه است. کاش نون بود. بر بگیرم یا؟ نون اینه که این دلار رو بذاری تو مربا. چش خانم، دارن با مربا دلار از کشور خارج میکنن. چه سرنوشت تلخه. میدونی تلختر از اون سرنوشت چیه؟ اینه که منو به شما دوتا احمق زنجیر کردن. نه آجون، تلختر از اون اینه که ما ستا رو به گاوا هم بستن. بالاخره آه من گرفت، شریک جرمشون شده. ایشالا این پول از گلوشون پایین نره، ایشالا تا اون بشه، وبا بشه، هنناق بشه، بچسبه به گلوشون. بدبخت بیچاره ها رو بگو پول ندن ماشین ثبت نام کنه. پول امیر ننه مرده است که خونش رو کشیدن بالا. چی کار کنیم دایی؟ بسپارش به من. امپک اعلام حضور کن. دستتون رو بذار رو سرتون، تمام کنین این بازی احمقانه رو. تاکتی رو دردو بذارن. مشکلیه. مشکلی نه، مشکلی نیست. فقط این مسئول خان یکم دیرش شده، باید بره خونه، این زیر مربا رو کم کنه که ته نگیره. چی میگی تو؟ خانم مازیار فکر کردی خیلی زرنگی؟ به همین زودی ها یک تیک به مجموع تیکات اضافه میشه و منگیسل مجموع کشو کوله میشی انشالله. نه مثل اینکه تا حالا کسی درست حسابی در دهنتون رو نبسته. دهنه اینا رو ببندی. خانم خدا رو خوش نمیاد، خجالت بکش، دست از این کارات بردار، مردم گناه دارم. داره جاساز میشه، زودی بارگیری میکنم. وسط حرف من حرف نزن. از جنوب میام دبی، دریایی. به رابطمون بگو اونجا منتظر باشه. حاجی من تو موقعیتم، یه دوتا نیرو کمکی میخوام.
یه مجوز ورود هم میخوام. چقدر طول میکشه حاجی؟ بهروز جان یه ساعت دیگه. یه ساعت؟ تو موقعی که صبح شد حاجی قربونتم من جام خیلی بده. ببین با اجازت من یه کوچولو ورود میکنم، شما بفرست تا موقع من ضایع نشده باشه. تمام. حواستون به اینا باشه تا من بیام. خانوم من یه فکری دارم ها. من میگم اینا رو ببریم تو طبیعت رها کنیم بره. احمق، اینا از زار و زندگی من با خبرن. تو طبیعت رهاشون کنی، همینجا نگهشون میدارین، دون و آبم بهشون نمیدین، تا میخورن کتکشون میزنین، تا خودم از دبی بیام ببینم باشون چی کار کنم. اونم خوبه. بکش کنار. ای آقا جون، دیدی یه ریگی به کفش این خانومه بود؟ همه دوزی ها زیر سر خودش بود. بار مربعونم همین خانم دوست مریم و امیر و همینو بدبخت کرد. او همین مواد نیروز و تقلبی هم کار خودش بود دیگه. شما انقدر دریوری میگید که حرف خوبتونم توش گم میشه. خیلی دوست دارم آقا جون. من ببخش، من غلط کردم، نفهمید، اشتباه کردم، سند خونه رو گذاشتم تو رو. خوشحالم، خوشحالم که بعد مدت ها این زنجیر من تو رو به هم وصل کرد. بده ببوسم. نه بده ببوسم. آی دستم، آجو، 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 دستم درد میگیره. میگم قربانت بشم، قربانت برم بسرم. چقدر تو ماهی دست درد نکنم. اومدم. شما میزنی؟ صحبت نباشه. خانم گفته بگیریم انقدر شما رو بزنیم تا حساب کار دستتون میاد روتون کم شه. خانم میخواد کرده با تو؟ مردی منو بزن. همون آقا بزن. نزن آقا نزن، در جهان متمدنی زندگی میکنیم، همه چی با مذاکره حل میشه. آی نمیشه، وقتی جنگ هست دعوا هست، برای چی مذاکره؟ من تو خواب بودم، بزن تو پارش کن. صبر کن آقا، صبر کن. شما با این بچه ها طرف نیستید، طرف حساب شما منم. منو بزن. بسا نوعت منه. آقا ما نمیزنی ها، منو بزن. شما ها اینجا چیکار؟ در جستجوی حقیقت. خوبی ردیفی؟ یه تو گفتم ما رو دور ننداز، ما این قدم به در نکنیستی. ببین اون چیزهایی که دنبالشون بودی با یه سری باشگی رفتن دبی. چیا؟ دلارا. نه ترس، به مرز نرسیدی گرفتیمش. خوبی شما حرکت کنید، برو. روسیاییش به من مشتبه حق. حالا من با این مال حرومی که اومده تو زندگیم چیکار کنم جناب رفتگر؟ اونم درستش میکنم. با حاجی سوژه تو چه وضعیتیه؟ بده بینم. بده. آی وای جلک. آخ بده. آخ خب برو. مازیار خانم آخرین بشکه مربا بار زدم. حرکت میکنیم. Thank you.
جناب. جناب. کجا بودی من؟ دریا بودم. چیکار کردی؟ این شب خوردم. طلاق کردی؟ طلاقت میدم. بینمون جدایی افتاد. چه خبره؟ تلنجو گذاشتی رو سره؟ بخشدیم رفت که شرکت مارمار رفت تو هوا. زبونت رو گاز بگیر. کابمون زایید میگاه که گشتی از رسیدن که غیر از تو کسی که از جای سوله جنوب با خبر نیست. نه 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 نه، فقط خودم و او دوتا پسرا گندش بزنن. خیلی خوب، من تو رو بیهوش میکنم که موقعی که پلیس ازت پرسجو کرد تو بگی از همه چیز بیخبری. بعدن سر سب تمام لوازم سوله جنوب رو جا به جا میکنی. گرفتی شیشو؟ فهمیدم. فقط یه باش بیهوشم کن تو رو خدا. خدا بچه این شلوغ کاری ها برای چیه؟ خانم نگار مازیار؟ امرتون محموله صادراتیتون دوباره به بازرسی بشه خانم. این محموله تا 3 ساعت دیگه باید دبی باشه. شما با این کارتون دارین به من خسارت وارد میکنین. آقای محترم، مربای دستتو تو مرباها نکن. دوت کن برو عقب خانم، دوت کن برو عقب، کار خودم انجام بدید. این مربا بروز بروز سر داخل بشکای مربا دلار پیدا شده و به احتمال زیاد قصد خروج ارز از کشور رو داشتن. خانم نگار مازیار هم دستگیر شدن. بله چشم، آدرس سوله جنوب هم ازشون گرفته میشه. نمیرسه. چرا از اینا برمیداری؟ با همشو تو مربا هویج میخواست. من مربا خیال دوست. خود دیگه چرا قاطی میکنی؟ شما فقط یه پیاله داری. باش باش محسن ایرج، هرچی من میخوام اسم اینا رو نیارم. بیدار شی! وای! میگم بیدار شی! اباله! ای بابا! بیدار شی! خانم! خانم پاشو بیا برو این دوتا جاهل بیدار کن. الان مهمونا میرسن برن یه شیرنی میوه بگیرن. آقا اینا چطور میخوان مدیریت کنن این کارگاه رو؟ آقا جان امیر فرستادن بره بگیره دیگه. اینا صبح زودی بدنشون بر نمیداره، درست میشن. چه همچی میکنی؟ خرابه؟ لیانتاش مربا خیار ریخت تو هویج. خب بچه هست دیگه، اشتباه کرده. آقای جوابا خیارش خورده زیاده ولی میشه روش کار کرد. آره مربای خیار و هویج، مربای خیاویج، محصول مشترک لیانتاش غیرت. بابا این خوبه؟ خوبه بابا، باریکلا باریکلا لیانتاش. معلومه که این بچه تو خونشه. گفت نیانتاش بیا ببینم. کیه بابا جان؟ بابا این مسخریه هست. مسخر کیه؟ همین که پلوممون کرد دیگه. پلوم پلوم مسخری. آقا شما که باز اینجایی؟ اومدم کارگاهتون رو پلوم کنم. پلوم کنم؟ ای بابا
بالا نزدی مسخیر میکنی؟ گفتم اول بهتون بگم خدای نکرده سکته میکنی نزنی بیفتی اینجا قلبت بگیره. آه من کارش نکردم، از اداره بهداشت نامه اومده این واحد صنفی به دلیل اینکه کارشناس مواد غذایی نداره باید بلوم بشه. و شما مسئول بلوم همه جا هستی دیگه. نمیچرخه خانم، من مجبورم چند شیفت کار کنم. ببین روز سه شیفت بلوم میکنم. شما سه شیفت بلوم میکنین و یه سوال بپرسی؟ بنده کارشناس ارشد مواد غذایی مملکتم ها. بهت نمیخوره، شما فوقش دیپلم داشته باشی. آقا من لیسانسم. خیر سرش دخترم درس خونده است. بر فرض اینکه درس هم خونده باشه لیسانس داشته باشه باید کارشناس باشه. شما باید برید دوره کارشناسی ببینی. خب میرم میبینم. شما اگه من دوره ببینم ما رو بلوم نمیکنی؟ نه دیگه، مگه من مرض دارم خانم؟ ای دست شد نگیرینارو خانم، قرض برقتون. دست در نکن بفرم. مریم خانم این قضیه لباسه چیه؟ این لباس برای اینه که این پشت قراره از فردا بشه آزمایشگاه این کارگاه و بنده به عنوان کارشناس ارشد مواد غذایی مسئولیت مدیریت این مکان تازه تأسیس رو به عهده گرفتم. خواهش میکنم تشویق نکنید. اون وقت همینجوری الکی الکی؟ الکی الکی چی؟ قراره دوره بگذرونم کلی کار کنم. تازه اینجام کلی بازسازی احتیاج داره. بیا ببینم. این کاشی ها بعد تا بالای این سقف برن، اصلا بهداشتی نیست. خود سقف کجا می؟ پا بیرون، پا بالا، پا بالا، بیرون، بیرون. اینجا فقط با چکمه تردد میکنه. خانم شما که چکمه نپوشیدین؟ من مسئول آزمایشگاه هم، تمیزم، شما چکمه بپوش. وای تا به حال من مسئول آزمایشگاه به این نزدیکی نیده بودم. چه کیفیتی؟ خودم هم نیده بودم. آقا گوش کن، سقف قراره موزاییک بشه. موزاییک مرغوب. این در رو گوش بده. میشنوی؟ بله بله. نباید صدا بده دیگه. این بعد دو جداره بشه. ولی صدا میگه. بله. این شیشه هم همه باید عوض بشه. دیدید که چه گذشت به آقا مسئول. با این همه فراز و نشیب و باز شدن و بسته شدن کارگاه، خدا رو شکر با برطرف شدن مشکلات و بازداشت شدن مدیر شرکت مارمال، این کارگاه هم طیب و طاهر دوباره باز شد. مسئله تولید با وعده و وعیدها درست نمیشه. مجلس آدم متخصص و متعهد میخواد. جعفر آقا تشریف بیارید. این جعفر آقا از جوانای مسجدی همین شهر خودمونه. خوشبختانه از بین تمام کسایی که تایید صلاحیت شدن من پشت ایشون هستم. شما هم پشتش باشید. پشت کسی باشید که فکر و ایده جدید داشته باشه، نه پول زیاد. شما خودتون دیدین که صرفاً پول زیاد چه بلایی به سر همین اطرافیان بوده. خرید داریم برای کارگاه. جعفر آقا بفهمید جلو. بفرمایید. ببخشید. ببخشید. حاج آقا به ما لطف دارن. قبل از اینکه بخوام در مورد مجلس صحبت کنم، یه نکته به ذهنم رسید. در مورد همین مسئله آقای کیانی و این کارگاه مرباپزی. این کارگاه تعطیل شد به خاطر اینکه ما ایشونو میشناختیم و نخریدیم، ازش حمایت نکردیم. هممونو درگیر این فروشگاه‌های زنجیره بزرگ کردن. من نمیگم از این فروشگاه‌ها خرید نکنیم، بلکه باید کاری بکنیم این تولیدات در اون فروشگاه‌ها فروخته بشه. امروز این کارگاهو بستن، فردا روزی میان ماسپندی‌های محل رو تعطیل می‌کنن. حواسمون به هم محلیامون باشه. من پیشنهاد میکنم شیرینی این جنب آقای کیانی پیش خرید مرباهایی باشه که قراره تولید کنن. من به شخصه 10 تا شیشه میخرم. به به به، خیلی هم عالی. منم 5 تا میخرم چون قند داره برام خوب نیست. حاج آقا کم قندش هم هستا، با استاره توت درست کردی. واقعا؟ یه جعبه 24 تایی هم برای حاج آقا. افتخار حاج آقا. البته خدمت شما عرض کنم که ما تصمیم گرفتیم همه افراد کارگاه این بخش اول تولیدمونو بفرستیم برای سیل زده ها و زلزله زده ها. در ادامهش همه تولیدات رو پیش فروش میکنیم. خیلی ممنون. حالا من یه پیشنهاد دیگه دارم. من میگم بیاید همه اینا رو بخرید و بیرون ببرید. بیاید. نه چی نه یا اول نه یا نه نه این داداش من تو کارگاهی کار میگرده، این کارگاهشون تعطیل شده. اینو قربون پیگیری میکنی؟ همون کارگاه الوار دیگه، درسته؟ نه خلال دندون بوده. ببینین بچه ها، بین حماقت
و جسارت یه خط خیلی باریکی هست، امیدوارم اینو رعایتش کنی. جسارتش به من افتاده. منم میرم زودی بدایی. الحمدلله کارگاه مربا پذیتون که راه افتاد. مثل بچه آدم سرتون بندازیم پایین، بریم باید این کار کن. همین کارو میکنیم. ببین اصلا ما نخواهیم اما اینجوری برامون نوشتن، مجبوریم. کی نوشته؟ سرنوشت؟ نه پس بوسه منه کی نوشته؟ ولی اگه بخوای عوضش میکنیم، اگه بتونیم با هم همکاری کنیم. الحمدلله. الحمدلله نگار مازیار دستگیر شد، پرونده مختوم اعلام شد و امیدوارم تا آخر عمرم شما دوتا رو دیگه نبینم. به مطمئن باشی که ما رو نمی‌بینی، ما همیشه مخفی هستیم. ولی یه سوال ازت دارم. بفرمایید. کلید اون دستبنده رو ما نفهمیدیم بالاخره کجا داشتیم؟ مرد شما دوتا آدم نمی‌شی. مصطفی جان ببخشید شرمنده‌ام، من کردم اشتباه. قربونت برم دشمن چرمنده مسعود جان، بالاخره آدمیزاده، اشتباه میکنه دیگه. فقط خدا رو شکر کن که زود متوجه شدی، نذاشی این نون بیاد سر سفره. مشتبه الان این پول دیگه حلاله دیگه. حلاله حلال، به خاطر همکاری که با قوه قضاییه کردی یه وامی بهت دادن که ماه به ماه قسطش رو پرداخت میکنی. رو چشمم پرداخت میکنم. دایی جان ببخشید. سلام جان، من با حاج آقا یه کوچولو اگه اجازه بدین. مشتبه اینم کرده اشتباه دیگه. یه بحث تشریف بیاریم. حاج آقا من اشتباه کردم، الان چیکار باید بکنم؟ امیر جان نگیر از این پولا. خب اگه از این پولا نگیرم زندگی میچرخه. توکلت به خدا باشه عزیز من. واقعا قول؟ قول قول، خیالت راحت. نه آقا نه آقا، من از این کارا بدم میاد عزیز من. حاج آقا بفرمایید بفرمایید. نه مگه بن‌بست نیست اینجا؟ چرا چرا، عذر میخوام. بفرمایید بفرمایید. خدا بسته باشم. خاتو بپاک، خاتو بپاک. هر وقت بهت گفتم چشاتو واکن. خوب برو راست مامو، برو راست راست راست. آها همینطور برو 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 بشین. حالا یک دو سه. تولد مبارک کیک کباب. بچه امتحان میکنی، اون از رزق گذاشتنه، اینم از کیف درست کردنه. تولد مبارک، تولد مبارک. شما دو تا نمیتونی دارون بشینی؟ این دو تا قلب اینم با توی دارون نکنن بلکشش سر. الان باید تابقم بیارم. تابقند را بیاورید. ای بمیری، چه شادی کردنتونم مثل آدمیزاد نیست. شما باید برید توی برنامه چیه این مجری معروفه شرکت کنیم. از رجدت؟ نه ما تواناییم در اون حد نیست، ما فوقش بریم نیمه نهایی، اصلا به فینال نمیرسیم. آه میخواییم بری نصر جدید، ایشالا برنده شیم. آقا جان من نصر جدید رو نمیگم که، ما اصل رو میگم. باید برید اونجا برای مردم از بلاهایی که سر من آوردید تعریف کنید، مردم به حال من گریه کنن. آجان این چه حرفیه میزنی؟ چرا قاطی میکنی؟ من خودم وسط ردیفش میکنم. بیجلو دست نزم، دست نزم. آجو، آجو. ای بابا دعوا نکنین دیگه، یعنی شما پیش یه عکس نگرفتیم. یه دقیقه بزن یه عکس بگیرم. آجو بودو بیا دیگه بابا، خوشگمون زهده. خب، آماده این؟ ده، نو، هشت، هفت، شش، شش، یک. خب دیگه بریم یه شمع رو فوت کنیم، بریم سراغ کادو. نه دیگه نیانتاش باید اول آرزو کنه. آرزو کن ماما. آرزو من آرزو میده تموم شما آرزوتونو بگیم. او چنه بابا او چنه بابا برم بابا. خب حالا برای اینکه آرزوی بچه‌مون رو برآورده کنیم باید تک تکتون آرزوهاتون رو بگی. خیلی خوب، فقط این شمع آب میشه، فوتشون کنیم. 3 2 1. من میخواستم قبل از اینکه فوت کنیم آرزومو بگم، ولی خب نشد الان میگم.
آرزویی که من دارم اینه که همه پیرمردهای دوست داشتنی موفق باشن، چه تو کارشون، چه تو زندگیشون، چه تو مربا. پیرمرد باباته. خواهش میکنی. خاله خب حالا که این آرزوشو گفت، بقیه هم آرزوتونو بگید. من میخوام بدونم این خانواده به کدوم سمت داره میره. یه دقیقه وایسا، اون چاقو رو بده من کیکو ببرم. بعدم میخوام اولین نفر امیر آرزو کنه ببینم برای زندگیمون چی میخواد. چشم. من آرزو میکنم این برق خانم ما قطع شه، تلفنش وصل شه. نه میخوام واقعا آرزو کنم که ایشالله یه خونه جدید پیش خرید کنی. بابا تو که آرزو تا پیش خرید میکنی، آرزو درست داره. خیلی خوب، مال بابام که نیست آقا، خرید خونه. خیلی خوب. یالا جان تو بگو. من به همه آرزوام رسیدم. خب همیشه آرزو داشتم که یه خانواده صحیح سلامت داشته باشم که دارم. چی بهتر از این؟ از همین آرزو میشه فهمید چرا وضع کنونی خانواده ما اینه. مرده نخوری به نرده. شما نخندین. خب ایرش تو بگو. با آرزو میده که اون مهربون جوون بشه. قربونت برم. جوونی های من به چه درد تو میخوره؟ من عاشق اینم که با جوونیات رفاقت کنم. بریم سفر قطر کنیم. جوونیات خیلی دیوونه است. اسطوره من. خیلی عزیزی. قربونت برم. اگه آرزوی منو بخوای، دلم میخواد این یه دونگ سهممو بدم به این مسعود. تا خودم از شر مال دنیا خلاص کنم. این یه دونگه تو بده بریم سفر. ماشین حاضره عزیز من. ابوالفضل جان تو بگو بابا. من آرزو اینه که واقعی دایی رجب ببینم. من یه بار واقعیشو دیدم گرخیدم. میدونی چرا دایی جون؟ این بچه که بوده بعد از خواب بیدارش میکنن الان 30 ساله داره تو خواب راه میره. مریم جان تو آخرین امید منی بابا، آرزو تو بگو. برام خدا خیلی ممنونم که این فرصت رو به من دادین. من آرزو میده که دور دنیا رو در 3 روز بگردم. بابا جون دور دنیا رو تو 80 روز میگردن نه 3 روز. بابا چون من که 80 روز طاقت دوری شما نمیارم، نهایت 3 روز. خب مادر ما رو با خودت ببر. نه اونجا یه خود هزینه هاش بالا میشه. مگه اینکه همه هم با همه رو قش مرده برین. آفرین دور قش در 3 روز. خدایا یعنی یک آرزوی درست حسابی توی خانواده نباید باشه. همه آرزوشونو گفتن، حالا نوبت محسوده. محسود تو آرزو چیه؟ آرزوی من اینه که این محسن و ایرج این دوتا جوون بفهمن برای پولدار شدن هیچ راه میونبری وجود نداره. این کتونی زرنگی رو از پاشون در بیارن، کفش کار بپوشن، بیان بچسبن به کار تا خدا به زندگیشون برکت بده. بابا جان آدم زرنگ همیشه ته چاه. بچه من ته چاه هم که باشه کف در چاهیه، بالاخره میپره. میترسم پرپر بزنه. بله بفرمایی. بله خودم هستم. خب بله بله شیشه مربا. اون عکس پدر منه. بله پدر شماست؟ نه آقا هویت منه، عکس پدر من. دو تازه یک لحظه گوشی، یک لحظه. محسن بیا. آقای عزیز اجازه بی ادبی نه ای بی تربیت. ببینم تو چی کار کردی با عکس شیشه مربع؟ چی کار کردی؟ من یه دقیقه توضیح بدم. بگو. ببینم چی میشه. نه بگو. به من رفتم از یه زاویه دیگه عکس اون خدا بیامرز آقا جون رو دیدم. خیلی چیزه آقا جون، خیلی قدیمیه. بعد شما هم که ناراضی ما عکس نیانتاشو بزنیم. ما یه تصمیمی گرفتیم، گفتیم بریم تو اینترنت یه چرخی بزنیم، یه نگاهی بندازیم عکس یه پیرمرد خوشی با انتخاب کردیم، چسبوندیم رو مربا، روانه بازار کردیم. یه دقیقه بیا بچه‌ها، یه دقیقه برید بیرون بازی کنید. منظور از این مایی که در تصمیم گیری بودن دقیقا چیه؟ من و دکتر زادگونی. خیلی خوب. ببین بابا جان، من دیگه نه با شما دعوا میکنم، نه برخورد فیزیکی میکنم، نه شما رو بیرون میکنم. از شما دوتا خواهش میکنم، خواهش میکنم چند دقیقه برید بیرون، یه بادی به کلتون بخوره، ببینید که میخواید تکروی کنید یا اینکه میخواید توی جمع بیاید تو کارگاه مربا پزی کار کنید. میشه بعد کیک؟
من برای تو کیک نگر میدارم بابا. بزن نه با مچ میکنم بابا. بیا بری. دایه جا به نظرت ما دیگه باید چیکار کنیم؟ یا باز باید بریم سراغ یه کار دیگه؟ یا همین که وایسیم تو کارگاه بالا سر کار پیش آقام؟ بریم پیش مسعود خان، بریم کفش کارگاه رو بپوشیم. کتنیا دیگه جواب نمیده دایی. دایه جو نظرت از اینا رو بندازیم بالا؟ بندازیم یک دو سه.